سلام دکتر، وقت بخیر. بی مقدمه صحبت میکنم. احساس میکنم شما تنها کسی هستید که میتونید کمکم کنید. من دختر 21 سالمه. توی 13 سالگی پدر و مادرم از هم جدا شدن. من و مادرم و برادرم وارد سیلی از بدبختی شدیم. خدا رو شکر به لطف خدا خودمون رو کشیدیم بالا. من از 18 سالگی وارد بازار کار شدم. پدرم رو نمیبینیم. معتاد بود، شیشه مصرف میکرد، به همین باعث جداییشون شد. الان تو این سن کم احساس پیری میکنم. اصلا بچگی نکردم، خیلی چیزها رو زودتر از موعود فهمیدم، تجربه کردم. رفتارها، علاقه یک دختر 21 ساله رو توی خودم نمیبینم. کاملا احساس افسردگی دارم، ولی برای هیچ کاری هیجان ندارم. هیچ چیز منو خوشحال نمیکنه. تمام روزا برام کسل کننده است. هیچ چیز منو به وجد نمیاره. نمیدونم باید چی کار کنم. انگار کودک درونم مرده. اصلا انگار از اول وجود نداشتم. بچه که بودم خیلی کم نقاشی میکشیدم. خیلی کم کارتون نگاه میکردم. توی زمان خیلی کمی تونستم بازی کنم. چون بعدش وارد دعواهای خانوادگی و جدالها بودم. خیلی استرس کشیدم. تقریبا یک سال شبها از ترس دعوای مامان و بابام نخوابیدم. اون زمان دبستان میرفتم. الان هم از چیزهای خیلی تند استرس میگیرم. مثلا یه آهنگی که ریتم تندی داشته باشه. کلن خیلی عصبی هستم. داد میزنم، پرخاش میکنم. صدای آدم جویدن، تخم شکستن، صدای بوق ماشین یا صدای موتورسیکلت خیلی عصبانی میکنه. همچنین وقتی یک جمله بیشتر از دو بار تکرار میشه اصلا کنترلی بر اعصابم ندارم. این رو هم بگم، بعد از جدایی پدر و مادرم هیچ کس نبود که به من توجهی داشته باشه. همه غرق مشکل بودیم. کلن مادرم هم خیلی فرق میذاره بین من و برادرم. برادرم عزیزتره. خواهش میکنم کمکم کنین. منو از این احساس پوچی نجات بدین. میخوام شاد باشم. میخوام بخندم. میخوام شیطون باشم. کمکم کنین. لطفاً. من نمیدونم جواب شما رو کجا باید دریافت کنم. به هم ایمیل میزنین یا جایی تو برنامه پاسخگوی من هستید. خیلی ممنونم از شما دکتر دلسوز و مهربان. آخه عزیزم، نمیدونم کی تو صدای ما رو میشنوی. اگر نمیدونی که کجا پخش میشه، اونجاست که من یه ذره نگران شدم. برای اینکه این برنامه سری میره روی سایت رادیو آزادگان، تو آرشیوه، شما میتونین گوش کنین هزاران بار. روی پیجای منم به نوبت میره. بعدش هم چون به نوبت میخونیم، نمیدونم شما که ایمیل رو فرستادی. به هر حال امیدوارم که صدای ما به گوشت برسه. مسئله اینجا اینه که تو کودکی نکردی. زمانی که کودک بودی، نوجوان شدی. زمانی که نوجوان بودی، بالغ شدی که الان 21 سالته. هیچی از زندگیت نفهمیدی با داشتن پدری که شیشه استفاده میکنه، پدری که معتاده. انسان معتاد هیچ کسو نمیتونه بشناسه، حاضر زن و بچهش هم بفروشه، مخصوصا شیشه که خیلی خطرناکتره و پرانویا هم تازه توهم هم میزنه. ولی خوشحالم که 13 سالگی جدا شدی، اما به نظر میاد که جدایی هم اونقدر به تو کمک نکرد، برای اینکه حالا اسیر اون جامعه در بوداغون، مادر گرفتار، برادر، همه چی. هیچ کس تو رو به قول خودت ندید. ننوشتی برام که درس میخونی یا نمیخونی، کار که به نظر میاد نمیکنی، ولی افسردگی داری. افسردگی نوع خشنش، نوع عصبانیش، و این افسردگی خیلی وقته که گریبان گیرت شده و حالا داره بیشتر خودشو نشون میده. شما حتما، امیدوارم، این توانایی مالی رو داشته باشی، بری روی تراپی، یا اگر که نه بیای دوباره روی خط رادیو با من صحبت کنی، چون شدیداً احتیاج به تراپی داری که حرف بزنی، حرف دلتو بزنی، دادتو بکشی، فریاداتو. چون الان دیگه اون افسردگی عادت به فریاد زدن و خشونت از خود نشون دادن داره بهت یاد میده که هیچ چی رو درست نمیکنه. تازه همه هم تو رو مقصر میبینن که چرا اینجوری میکنی، چرا اینجوری فکر میکنی، چرا اینجوری حرف میزنی، چرا اینجوری رفتار میکنی. هیچ کس درکت نمیتونه بکنه.
اما باید بری پیش یه روانکاو خوب که بتونه درکت بکنه، آرومت بکنه، بعد دوباره سازی یک زندگی سالمتر رو بهت یاد بده، کودک درونت رو دوباره به دنیا بیارین با هم دیگه، بزرگش کنین سری و اون مدلی که خودت دوست داری، به دور از جنجال خانواده دوباره بزرگش کنی و ازش نگهداری کنی و انگیزه زندگی کردن رو یاد بگیری که چجوری باید زندگی کنی حالا برای خودت تو اون جامعه‌ای که انقدر جامعه بیماره، ولی باید خودت رو نجات بدی، باید پاشی. یک بار آدم 21 ساله میشه، حیفه که تو تمام عمرت که هیچی نفهمیدی، حالا 20 سال دیگه هم بگذره، حالا شوهر اجباری هم کردی که بلکه ایشالله خوب بشی، دو تا هم بچه درست کردی که بلکه ایشالله خوب بشی، در صورتی که با این ایشالله ماشالله هیچی درست نشده. با عنوان یک بالغ الان باید رو پای خودت بیستی. میدونم سخته، به همین دلیل میگم باید کمک حرفه‌ای بگیری که دستتو بگیره کمکت کنه بیستی و بعد حرکت کنی. اگر بخوای همینطوری بمونی وارد مردابت غرق‌تر میشی عزیزم. باید خودت رو دوست داشته باشی و هرچه زودتر خودت ناجی و منجی خودت بشی. هیچ کس منجی تو نیست، فقط یک روانشناس و روانکاو خوب باید دستت رو بگیره، راه رو بهت نشون بده تا خودت اعتماد به نفس پیدا بکنی یا این مسیر رو بیای از مردابت بیرون و حرکت کنی به سوی انگیزه و زندگی دوباره، یک زندگی بهتر از گذشته خودت برای خودت بسازی. و گود لاک عزیزم.